سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قرار بیم شروع قسمت دوم بازی فوق‌العاده جذاب و ترسناک سایلنتیل 2 ریمیکش و قرار عشق کنیم با ادامه ماجرا. مثل همشه لایک و کامنت یادتون نره، عشق کنید و مرسی که همراهی میکنید تو این واکترو. و جونم براتون بگه که همطور که میبینید ویو قسمت اول خیلی پایینه نسبت به اون ویوی که قسمت اول یک واکتور رو باید داشته باشه، و این به خاطر اینه که ما واکتور رو دیر شروع کردیم عزیزان، و بازیه که از اون بازی هاست که کل یوتیوب فارسی داره پوشش میده و مخاطب گیم یوتیوب فارسی هم اینطوریه که هر کانال که زودتر بذاره معمولا میره سراغ اون، و به خاطر همین ترجیحاً اگه سختتون نیست، اگه مقدوره، لایک و کامنت یادتون نره عزیزان، انرژی بدید، بهتر کنید و دیگه خودتون در جریانید دیگه. هر کی که ویدیوهای کانال ردباز رو لایک میکنه تا نهایت 36 ساعت بعدش حالا یا دوست پسر پیدا میکنه یا دوست دختر، و این پسر دختر بودنش هم اصلا هیچ ربطی به تمایلات جنسی شما نداره، خیلی رندومه دیگه، حالا خودتون کلاتون رو قاضی کنید دیگه عزیزان، انشالله که اون چیزی که دوست دارید رو پیدا کنید. و بریم سراغ شروع قسمت دوم عزیزان دل. یه چیزایی رو از تو تنظیمات بهتون نشون بدم. توی کامنت ها پرسیده بودید که قهوه مجانی میدن؟ جون کجا؟ تو منو نوشته قهوه مجانی. البته من از قهوه بدم میاد، چایی فقط دوست دارم. خب من توی تنظیمات یه کاری کرده بودم، ببینم بهتون نشون بدم. اول اینکه اینجا کاری نکرده بودم. چرا اینجا وقتی دشمن ما رو میگیره این به صورت دیفالت آف بود، یعنی این دکمه ای که میاد وسط تصویر میگه اونو فشار بده که دشمن ولت کنه، اون نمیومد و من اینو گذاشتم که بیاد. بعد سایزش هم میتونید دستکاری کنید. و اینجا یه چیز رو میخوام تغییر بدم، اینم باز دیفالتش اینجوری بود، یعنی صرفا یه دایره سفید میومد که نشون بده که مثلا با فلان چیز میتونی تعامل کنی، و من اینو اومدم کردم دکمه، یعنی شکل دکمه میاد مثلا زب در اومده اونجا. بعد سایزش هم بزرگ کردم، سایزش رو میخوام یکی دیگه بزرگتر کنم که قشنگ بیاد تو چش و چالمون درست حسابی ببینیم. اینجا مثلا شما بخواید اون وسط یه نقطه بیاد که مثلا نشونه شما رو در حالت حتی قدم زدن، حتی وقتی که اسلحه‌تون قلافه نشون بده، میتونید اینو آن کنید که من ترجیحاً آفش کردم. اینهاش، میاد بخش اکسسیبیلیتی، بخش آدیو، این گزینه رو میتونید آن کنید که بالا سمت چپ اون امواج رادیویی رو نشون میده. و اگه حالا بیشتر برای ناشنوایانه این بخشش هم، یا کسایی که حالا کم شنوایی دارن، یا حالا اگه هدستتون ایرادی داشت میتونید از این قابلیت هم استفاده کنید دیگه. من آنش کردم که یه ذره هیجان ماجرا رو فکر کنم بیشتر کنه اینطوری، شاید کمتر کنه، نمیدونم. به هر حال که تا الان کمکمون کرده عزیزان. خب بریم سراغ ادامه این مسیر. آها یه چیز دیگه که بعد بهتون نشون بدم اینه که اگه بیایم اینجا میبینید هم نامه مری همسرش رو میتونیم بخونیم، هم عکسش رو اینجا واسه ما گذاشته و هم میتونیم اینوستیگیتش کنیم. پشتش چی نوشته؟ قیافش خیلی شبیه اون دختریه که اول تو قبرستون دیدیم یه جورایی. بعد بیایم نامش هم یه نگاهی بهش بندازیم. نوشته خب این همون صحبتی که اول بازی کرد دیگه، که توی اون مکان مخصوص و منتظر تم و فلان بمون. پشتش هم که سفیده. خب عزیزان دل صدای بازی رو هم یه خورده زیاد کردم و ما الان باید بریم به سمت وود ساید آپارتمنتس، که نه سول استریت آپارتمنتس. یفته این ور؟ آره برو بریم. من دیگه تا جایی که بتونم توی این واکترو خیلی کم کات میزنم که همه چیز
حد ممکن باشه توی ویدیوها، ولی خودتون هم بگید توی کامنت ها که ترجیحتون چیه. سومی نیاد. روزه خیلی خیطه. از نور دسته هم ظاهرن چیز میکنه، جون ما رو به ما نشون میده. الان سبزه مثلا جون ما پره. این هم چیز جالبیه. خب اولین جنازه رو چک کنیم. سه تا خون، چهار تا خون ننی. این چیزه، نقشه قدیمی بازیه، نقشه نسخه اورجیناله. آها، مسیر اصلی ما از سوی چیزه، از سوی وود ساید آپارتمنته، از اون ساختمون سنگی بزرگی که درش قفل بود. عزیزان، چیزی که تا الان دستگیرم شده رو می نویسم، شاید یه جوری کمکت کنه. اگه داری اینو میخونی، من احتمالا مردم. اه، خدا بیا مرزتت. به نظر میاد که اونا به نور جذب میشن، به نور و صداهای بلند. صداهای بلند هم همینطور. اگه میخوای زنده بمونی، توی تاریکی بمون و ساکت باش. احتمالا این راهنماییایی که کردم به هر حال قرار نیست نجاتت بده. نه داداش، کمک میکنه، نگران نباش. صدا خیلی بلند شده به نظر میذاره. کمترش کنم، دارم کر میشم. اونا رو میتونی بکشی، فقط باید مطمئن شی که پایین بمونن، رو زمین بمونن، بلند نشن دیگه. خدادش، اینا رو به نظرم باید در بد و ورود به این شهر به ما میگفتی، نه الان. الان دیگه خود دیره، چون اینا همه رو ما فهمیدیم خودمون. این مکان تنها چیزی که تا الان برام آورده درد و بدبختی بوده. آخه خب، ما دفعه قبل دیگه به این سمت نپرداختیم، یه راست رفتیم تو آپارتمانا. ورودی آپارتمان کجا بود؟ آخ آخ آخ، نزدی بود بیاد بیش شرف. خب پنج اینجا. خب زیر پامون دقیقا ورودیه دیگه، درسته؟ اینجا هم تعمیرگاهه. آخ آخ، ای
ای وای چجوری برگردیم اولا؟ خب یه بخشش دیده نمیشه، سیاهه، خون پاشیده روش، حالا کپک زده و اون اومد و همه چیز رو شست و برد و همه چیز دوباره شروع کرد به با عقل جور در اومدن. مشکل این مکانه، من نمیتونم باش بجنگم، باید سرم رو میزون کنم، یه ذره سر عقل بیام. باید یه سر برم به تکسن، منظورم اون تکسن کافه است احتمالاً، بعدم میذاریم میریم دیگه. این دومی باره که یه نفر توی تکسن کافه قرار گذاشته. کافر یه سر دیگه باید بریم، یه سر دیگه بریم ببینیم چه خبره. قیافه رو چه صورت ترسان و چندشاور رو خوب نشون دادن. دکمه جوک باکس، دکمه رو پیدا کرد، حالا باید راه خروج رو پیدا کن. آخ آخ آخ، اون برا نگشتیم، امیدوارم نه بست دست دارم. هرچی هست منشش این تو. او نظر میاد جای خروج اینه. باش شد واقعا. برگردیم و منشأش رو بررسی نکردیم که نفهمیدیم چی بود که نم داده بود. بابا یه جوری برو تو دیگه، سینه خیز نمیشه رفت. ای بابا بریم عزیزم، کاریش نمیشه کرد. خیلی خوب بابا، آه و ناله نکنه. میشه برگشت؟ میشه. خب تکسن کافه رو ما گشتیم، حالا باید برگردیم به ای با این برگا میاد از اون گوشه آدم میترسونه. باید حالا بریم به بار نیلی دیگه، همه جور گشتیم. با این هپی برگر چیه این بغل؟ اینو این گشته بودیم فکر کنم. آره اینو گشتیم ولی این تیکش نخورده، عجیبه. یالا یه سیف بزنیم. بذارید قبل از این که اینو داستانشو تکمیل کنیم
اگه بیایم توی بخش اکویپمنت عزیزان، میتونیم این رادیو رو خاموش کنیم کلن. خب این همون رادیویه که اول بازی پیداش کردیم که توش صدای یه فردی میومد که انگار داشت ما رو صدا میزد و یه آدرسی به ما میداد، ولی صداش قطع وصل میشد، به نظر میومد که صدای زنشه. و این رادیو همون رادیویه که ما صداشو میشنویم به محض اینکه دشمنا به ما نزدیک میشن، و اگه بخوایم دیگه اون صدا رو نشنویم که بازی خورده هیجانی تر و ترسناک تر شه، میتونیم این رادیو رو از اینجا خاموش کنیم. میبینید امواجش بالا سمت چپ خاموش شده، متوقف شده و ما روشن میکنیم. ما از این دلا نداریم عزیزان، ما روشن میکنیم. خب دکمه دومو میزنیم، با بقیه هم فرق داره. همون غیرا، اون خون بود، غیر بود، چی بود؟ سیاه رنگه، اون قاطی شده که رنگش تغییر کرد. چرا کار نمیکنه؟ بزن دیگه. تمومه. عجب موزیکی. Park on the lake. پارک توی دریاچه. Spent the whole day there. تمام روز اونجا سپری کردیم. Just the two of us. فقط خودمون دوتا خیره شده بودیم به آب. خورد شد. و یه کلید داد به ما. کلید بار نیلی. فکر کنم سنجاق سر داد. یه نمیشه هول بدیم کنار. قاعدتا کلید همین در استیه. آره دقیقا همون نماد همون بالا داره. خب مسیر ما اونجاست. نه رو بالا داداش، آروم باش. چرا نمیره پایین؟ ای بابا نمیره پایین دیگه. خواستم دره رو چک کنم. قاعدتا هیچی توش نیست که نمیره پایین دیگه. خب میشه برگشت. من باز میشه. این چی؟ باز نمیشه. اشکالی نداره، کار خاصی نکرد، فقط به نظر غمگین میومد. یه سری صحبت ها میکرد راجب بیرون زدن از این شهر و همراه یه شخصی، و منم نمیخواستم بذارم تو اون وضعیت رانندگی کنه. پس لاکتیم اوت اینجا چند تا منظور میتونه داشته باشه. منظور این میتونه باشه که توی اتاق در روش قفل کرده، یا اینکه داخل راش نداده، یا اینکه کلید ماشینش رو گرفته مثلا بهش نداده. ماشینش اون پشت، شاید بهتر باشه نگاهی بهش بندازی و ببینی که فردا صبح هنوز کمکان اونجاست یا نه. و ماشین سبز و آبی طوره و پلاکش هم با 06 تموم میشه فکر کنم. خب کجا رو علامت زد؟ آها جایی که ماشینو پارک کرده.
آوری کلا چقدر جنمون داریم. عوضی بازم هست، بازم هست. آها تمومه. خب ماشین این بره احتمالا همونه. اه نشکنه. چه جالب. شیشه هاشو خورد کرده کی؟ همینه ماشین دیگه. نه این نیست. احتمالا همین باشه دیگه. فکر کنم همین باشه. شاید هم اینه. خب دیگه اینجا رو کامل گشتیم عزیزم. هیچ دیگه ای فکر نمی کنم مونده باشه. آها اینه. اینم نیست. همون بود، همون که توش دارو بوده دیگه. شاید هم اینه. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. بابا لعنت بهت. میشین دیگه عوضی. وضعیت جون عالی. خب این راه واسه ما باز شد. چه طوفانی شدی ها. دیگه نمیشه برگشت. ماشین همین بوده قطعا.
عجب طوفانی شد. چقدر صداگذاری بازی خوبه. خب این همون کافه بود که اینا میومدن اینجا دیگه. آره تکسن کافه. چیزی دیگه اینجا نیست. اینجا کامل گشته بودیم. خب مستقیم همین رو میریم تا میرسیم به آپارتمان ها. برو بریم. مسیر پدر سوخته باریه. شخه شخه عیزم. دارم درست میدم. آره رد کردم. نه همینه. اینجا رو نگشته بودم. یک. این عدد ها معلوم نیست واسه چیه. اینجا رو کامل گشتم دیگه. اون چیزی که از زیر لباس اون بنده خدا کنار ماشین برداشتیم همین کلیده بود. نقشه آپارتمان های وود ساید. نقشه طبقه اول. نقشه طبقه دوم. خب ما الان کدوم طبقه ایم؟ آها از اونجا میرسیم به پارک روزواتر، همون پارکی که تون کاتسینه دید. خب طبقه دوم، طبقه سوم، سه طبقه است اینجا. به به. پازل بعدی. اون بالاش یه چیزی نمیشه بود. سه تا سکه روشن توی پنج تا سوراخ. اولی دوشیزه رو مینشونه زیر درخت، باد پشت دوشیزه میوزه به پایین. ای بابا درست شد دیگه. بعد یک گل زیبا تنها باید رشد کنه و حالا مرد میاد و خیلی خوشتیپ و خوشبر رو توی نور مار نور ماه سفید چشاش میدرخشه. درسته. خب ما هیچ شدون از این سکه ها رو نداریم که بذاریم اینجا. بذارید من اینو درست کنم عزیزان. خوب سه تا فشنگ دیگه. چند تا سکه بود؟ سه تا سکه، پنج تا سوراخ.
این همونه که میره به پارکه؟ نه او هنوز خیلی مونده تا به اونجا برسیم. برای یه خانومی نامه نوشته شده از طرف مدیر ساختمون. خانومه شکایت کرده که صدای شلیک تیر شنیده از آپارتمان 217 و اونجا رفتن به مستأجر اونجا سر زدن و مطمئن شدن که اون هیچ اسلحه‌ای نداشته باشه، کاملا باشون همکاری کرده و بهشون دسترسی به آپارتمان رو داده و سر حرفش بوده و انگار راستش رو به اونو گفته بوده و هیچ سلاحی اونجا پیدا نکردن و رد هیچ سلاحی رو هم پیدا نکردن. و اگه این صداها ادامه داشته باشه لطفاً به سرایدار ساختمون خبر بدید. 200 چند بود؟ 17؟ خودش علامت زد دیگه. طبقه دوم 217. اونجا اسلحه داریم عزیزان. اخ جون یکی هم داره از بالا پشت بوم جیش میکنه، جیشش هم تموم نمیشه بیشرف. شاید تاریکه، کلید میخواد. آخ انقدر چیز میذاره به ما میده که ظاهرا اوضاع خیته عزیزان. صداها از این تو میاد نه؟ بریم بالا ببینیم چه خبره اینجا که همه جا بنبسته. سلام، کسی اونجا نیست؟ لا کلید. خب خیلی تاریکه دیگه، واقعا خیلی تاریکه. چشام کور شد. طوفان تموم شده ظاهرا، درخته هیچ تکونی نمیخوره. آخ چرا قوه جونم. درسته، وضعیت جونمون کماکان خوبه، همینطور داریم جونمون پیدا میکنیم. کلید حیاتو پیدا کردیم. این لباسا لباسای زنشه؟ آره لباسای دقیقا همین لباسه. ای وای این دشمنای توی بازی، نمیدونم این مهش، این فضا، اینا همه سمبولیکه، اینا هر کدوم نماد یه چیزیه، کلی فلسفه پشتشه و اینا رو من شخصا نمیدونم. بعضیشون رو میدونم بعضیشون نمیدونم، مثلا تو در این حد میدونم که اینا مثلا خیلی هاشون اون تمایلات جنسی این کارکتره که اینجا یه جورایی شکل و شمایل
فیزیکال گرفتن به خودشون و مثلا این مانکنه اینجا که همش آه دسته سر نداره، اون قبلی هم که سر نداشتن به خاطر اینه که مثلا دیده جیمز به زنا همچین دیدی بوده دیگه، کلن سرشون رو نگاه نمی کرده، فقط از گردن به پایین براش مهم بوده، فقط تمرکزش اونجا بوده، مثل یه تعداد زیادی از مردای ایرانی دیگه. خود زنی کردم، عذر میخوام ازت. خب این کلید برای اینجا نیست. این برای اینجا هم نیست. اشکال نداره. میریم طبقه بالا. چقدر خفن. یه تیکه پاره شده از توش داره نور میاد. نسگیره نداره. داشت جیشه تو تمومی نداره. بس کن دیگه. خب چجوری به طبق سوم برسیم؟ یعنی چی؟ آه طبق سوم اینه؟ خب باید یه دستگیره پیدا کنیم واسه این دیگه. البته دکمه ای نداشت که با در تعامل کنیم چیزی بذاریم روش، معلوم نیست. بریم پایین ببینم با این کلیده میتونیم این در رو باز کنیم. این بود؟ آها این بود. خب این بخش آشغالشونه دیگه، میبینید از اون بالا آشغال مشغال رو میریزن صاف میفته تو سطل آشغال. گاربیج شوتشونه و ظاهرا خرابه و نمیشه استفاده نکنید تا تعمیر شه، یه همچین صحبتی کرده بود. خب اینجا یه راه داریم، اینجا هیچی. اینجا هیچی. آخ 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 اول دشمن رو بکشیم بعد بگردیم اینجا. بیمیرون بیمیرون. اوه همین ما رو اینقدر ترسوندی، همین بود. بردی که خواهر و برادر لوکین رو کشته بوده، لوکین فامیلیشونه، توی زندان خودکشی کرده. مثل اینکه والتر سالیوان، فردی که اخیراً یه خواهر و برادر رو به قتل رسونده بود، صبح روز 22 توی سلول زندانش خودکشی میکنه، دست به خودکشی میزنه، ظاهراً با یه قاشق سوپخوری رگ گردنشو زده و خودشو کشته.
18 این ماه دستگیر شده به خاطر کشتن خشونت‌آمیز بیلی و میریام لوکین. ظاهراً همکلاسی سابق والتر سولیوان همین قاتله اینجوری بوده که نه این بنده خدا اصلا اهل خشونت و آدمکشی نبوده، اما یه مدت بعد از اینکه دستگیرش کردن ظاهراً یه پارانوای شدید گریبانش رو گرفته بوده و یه سری چرت و پرتا میگفته، خوزعولا میگفته، چیزای عجیب غریب میگفته، میگفته یکی قراره، یکی داره سعی میکنه منو بکشه، داره سعی میکنه منو مجازات کنه، اون هیولا، هیولای قرمز، شیطان قرمز، منو ببخش، من اون کارو انجام دادم ولی من نبودم، دست من نبوده. و عجب، انگار یکی، یک شیطان قرمزی اون بنده خدا رو مجبور کرده که اون دو تا بچه رو بکشه، یه جوری کنترلش کرده. جالبه، اینم که بسته بود، اینم که هیچ. فشنگ میدی اصلا هم بده دیگه. تو فکر بوده بی شرف، تو فکر بودم. خدا لعنتت کنه، تو فکر بودم. آخ قلبم. خدا لعنتت کنه، چه جیغی زدم، نمیدونم صدامو کامل گرفت میکروفون یا نه، ولی انقدر بلند بود فکر کنم نصفشو نگرفت میکروفون. وای چقدر ترسو شدم من. من قدیما اینطوری نبودم، بچه ها یادش میاد. سن که میره بالا آدم ترسو میشه عزیزم. وای وای وای، گرخیدم عجب، جایی نشسته بود بی شرف، اینجا بود نه؟ خیلی خوب بود این صحنه. لعنت بهتون، لعنت بهتون و این بازی ساختنتون. خب ما از کجا اومدیم؟ ما از همینجا اومدیم. آره. آخ. سب کن، این دختر خیلی کاراکتر رو مخیه، لعنت بهش. یه بچه اینجا چیکار میکنه؟ بازی دادش، بازی، شادی، عشق و حال، چیکار کنه دیگه؟ من یک کار دیگه میشه کرد اینجا. این همون دره است؟ خب ما کار خاصی نکردیم، اومدیم اینجا رو دور زدیم، اتفاق خاصی افتاد؟ چیز پیدا کردیم؟ چیزی پیدا نکردیم تو جیکی آدمه. آها فقط صدای قدم زدن و خنده و اینا میاد، باید بندازیم بریم اون ور. حالا اون کلیدر برداریم. آره
از بالا پشتمون اومد شده. بالا پشتمون که نه، یه طبقه بالاتر یعنی. آها این دره باز نبود. این باز شد. وای وای وای. برش جون مادر، برش نمیخواد نگاش کنی. کلید طبقه دومه، راه روی طبقه دوم نمیخواد داشت، نمیخواد. هیچی نیست. از همینجا شروع میکنیم، از همینجا شروع میکنیم. همه رو میگرد. وای عجب بازی کسافتیه. وای جون اون پره داداش، نیاز نیست انقدر ما جون بدیم. اینا رو برو بده به اون یوتیوبرها که کتک میخورن. به ما نیازی نیست، ما فقط میترسیم، کتک نمیخوریم. عجب هنرمندیه. گفتم الان برمیگردم میبینم پشتم یه دونه از اون انگشتی هست. انگشتی که نه، پایی. یه باز شد. وای ما از اینجا اومدیم. اینسام بلومن اوپس 823 رابرت شومن. خب اینو خیلی داره بد نگاه میکنه، کارش نمیشه کرد اینو. خب چیزی اینجا نیست درسته؟ جون مادرت اذیت نکن، جون مادرت اذیت نکن. آخ 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 آخ. از این توی یکی میاد بیرون. وای چرا شورتش از رو پوشیده؟ آها یه دونه از این چیزا رو پیدا کردیم. چی؟ دستگیره سیب طلایی. فکر کنم یه دونه از اون گویا بود دیگه. ما 5 تا جاخالی داشتیم اونجا. جدی بازی داره حال میده. خیلی وقت یه بازی انقدر بهم حال نداده تو این سبک. آخ. چرا از این تو اینقدر صدا میاد؟ باز کن دیگه. یه دور سری اینجا رو بزنیم.
ببینم یه هیچی نیست، بعد بریم. بریم. یه صدای عنکبوت هم شنیدم حین درگیری. خب نمیشه گذاشت اینا رو که شبا یه کاریش کنیم. خب این واسه اینجا نیست. یه کلیت پیدا کردیم راهروی طبقه دوم، سیو بکنیم و بریم بالا ببینیم چه خبره. این صدا ها، این در بسته بود. ای وای، عوضی زشت. ایچی نیست، ایچی نیست. با یه قرص بده دیگه، دو تا قرص مصرف کردیم. روز ولنتاین 4، یه 6 پیدا کردیم، یه 1، یه 4، درسته؟ آره. این آره 1، یه 6، یه 4، یه 1. احتمالاً یه جای اینا به درد بخوره دیگه. شکرم، مرسی که به فکر مایی. خب اینجا هم یه دو دور دیگه گشتم، چیزی نبود عزیزان. یا خدا، بریم طبقه بالا ببینیم چه خبره. طبقه بالا جایی بود که کلید بخواد، اصلا یادم نیست. آها همینه، آباری کرد. خب اینا رو گشتیم نه؟ آره این سمت رفتیم.
اینجا بودیم قبلا؟ این چرا افتاده؟ لهرمی اینجا چی کار میکنه؟ خب این اتاقه که توش اصله بود از اینجا بهش راه نداریم ها؟ چرا انقدر تاریکه؟ اول امنیت رو باید برقرار کنیم. چرا انقدر تاریکه؟ خاطراتش یادش میاد، اینه که اینجوری باید میسه، مثل این که خاطراتش مرور میشه براش، مرتبط با نسخه اورجینال. آخ باریکلا اتاق 217 اصلی داره مرکه هیچی چی آها طبقه سوم تحت تعمیره، مثل اینکه میخوان بازسازی کنن و به همین خاطر از مستاجرین خواستن که اون سمتا نرن، تو طبقه سوم کلا نرن، بازسازی ادامه دار. عجب. این همین آپارتمان است که اسلحه داره. جونم همه جا فشنگ گذاشته، چجوری خونش رو گشتن که نه اسلحه پیدا کردن نه ردی از اسلحه، رد تیرم هست حتی همه جا رد گله و فشنگ و این صحبت هاست. بله همین وسط خونه تو ترولی گذاشته. خب با الدو نشونه میگیره، با آردو تیر میزنه. خب الان چجوری دوباره اون چوبه رو بیارم؟
آها خب دیگه چوب پیدا کردیم، میگم چوب پیدا کردیم، اسرار پیدا کردیم، حالا باید چیکار کنیم؟ حالا بریم کله هرمی رو بزنیم. صدای جیغ کی بود؟ این نور اینجا نبود قبلا بود؟ آخ تلویزیون یکی روشن کرده، چه وقت برنامه کودک آخه. عزیزم دویست و دوازده، دویست و دوازده همین دم درده، من اونجایی که کله هرمی بود عزیزم. وا وا وا، از این تو قرار یکی بیاد به خدا که اینجا یه داستانی هست. دویست و دوازده کله هرمی رفته، کله هرمی رفته، حالا که اصله برداشتیم بیشرف زرنگ فلنگ و بسته در رفته. آخ 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 آخ، یکی خیلی بد داره نفس میکشه. وای این شرف اومد یه خودی نشون داد و فرار کرد که ما رو بکشون اونور. الان میریم اونجا بدبخت میشیم، حداقل دو نفر اینجا. الانه که پاره میکنم. وای وای، خالی کن خودت داداش، خالی کن. نه همین یکی بود. چه ته داداش آشپز خونه اوپن ندیده ای؟ پشنگو بردار خاک بر سرت کنه. شروع فروتنانه، شروع محقر مثلا مسیر شغلی، چیزی که اینجا نوشه عددش هفته، شد چهار رقم درسته؟ کد چیه به نظرتون؟ اینجا خطرناک.
نرو نرو نرو. نه 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 تو شکل کردی، چرا اونو زدی؟ چرا اونو زدی؟ چرا اونو زدی؟ نه اتفاق بعدی نیفتاد، میون بر باز کردیم اینجا. خب میره بالا که بسته است راش، درسته؟ دوش با تو بذاری اونور را باز میشه، به خدا اونقدر که فکر میکنی بسته نیست. خوبه اینم برمیگرد اینجا. ایوه عالی عالی عالی. ما از اینجا اومد. به خونه خوش اومدی. اون پشت نوشه برتو برتو هو هو این پر اون ور او کش بی شرف بود. خدا رو شکر خوب اومدیم جلو، نه فشنگ هرون کردیم نه جنبون هرون کردیم، عالی اومدیم جلو. آروم باش آروم باش. کیکه؟ به به چی نبود؟ اینم که دست دست آشپزخونه چه کردیم؟ چه کردیم؟ اوه یا خدا سیب رو بذارم تو دستش. نه 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 هنوز نه هنوز نه. بذار ببینیم این تو چیه. این اتاقه رو یه چیزایی ازش یادمه، خیلی آشناست. ها
همینقدر کافیه؟ خب اینجا چی نوشته؟ حتما فکر میکنی که من بیرحمم، اما این زندان زندانیه که خودت ساختی. انتخاب مال تو بود، یعنی انتخاب دست تو بود و خودم دیدم که اون تصمیم رو گرفتی، اون انتخاب رو کردی، بارها و بارها و بارها و بارها. این دفعه هم قرار نیست چیزی تغییر کنه و من اینجا منتظرم. بهبه، حالا از اینجا نگاه کنیم چی نشون میده؟ کماکان اون برای نشون میده؟ برو تو دیگه. چی؟ دقیقا همون جایی که پشت بوم ها فرو میکنن توی شب، رد پاهایی که به خونه ختم میشه و هیچ صاحبی نداره در دیدرسه. اما آیا اون خونه رو پیدا کرده؟ او خواهش میکنم بگو، یا یکی رودخونه از رویاها، از خاطرات که صاف اونو میرسونتش به جهنمش. او شاید اون عددهای پشت عکس ها رمز گاب صندوق باشه. ها عکس ها رو باید بذاریم اینجا؟ نه چیزی نداریم بذاریم اونجا. هفت هفت شیش چار یک، درسته؟ هفت یک چار شیش بذارید ببینم جای 13 نمیشه واسه ما. 7 خب 13 اولیش بود و 7
عدد دیگه ای پیدا نمی کنم عزیزان، عدد دیگه ای پیدا نمی کنم. آها، 11 11 13 7. خب اولی که 13 بود، 13 11 هم که فکر نمی کنم بعدی باشه، 7 نه 13 7 11. خب اولیش 13 است قطعا. هفت باریکیالو رد باز پازل حل کن. خب این چیه الان؟ نمیدونم. و یک کلید. آها، اون سکه رو برای اون چیزه باید استفاده کنیم، پازله که پایین پایینه تو لابیه. و یک کلید آهنی پیدا کردیم، یک کلید فلزی. جون مادرت. همون شلنگ خودتو دار بزن خلاص شی بابا، بی خیال. کوجی بیشین عوضی. کلید راه پله کوچیک طبقه دوم. میخواد بگردیم یا نه دیگه؟ آها، این وقت هم اینجا درسته. خب اینجا رو هم که گشتیم، ما از اون تو اومدیم، بریم ببینیم این برچه خبره. اینجا ما اون بنده خدا رو کشیم که اول اومدیم خودش افتاده بود رو زمین، بعد الان بلند شده مثل این که بیشرف. عجب. خب بذار ببینم چه وضعیتی. نقشه کم نشد. بنده خدا منو زاره تلویزیون نگاه میکنه. آباریکل این ما رو میرسونه به طبقه سوم دیگه. احسنت.
خب سیو و زدیم و اول پایین رو بررسی کنیم ببینیم برو به کجا میرسونه این. خب این دره واسه ما باز شد. صدای استفراغ میاد از دور دست. کی اونجاست؟ من نبودم. من این کارو نکردم. من این کارو نکردم. قسم میخورم. تو حالت خوبه؟ من این کارو نکردم. هیچ کار نکردم. همینطوری بود وقتی رسیدم اینجا. منظور تو مردم پشته؟ تو آشپزخونه؟ من این کارو نکردم. قسم میخورم من نکشتمش. اشکال نداره. من نمیگم تو کشیش که. اسم من جیمزه. جیمز ساندرلند. منم ادیم. ادی باشه. خب تو اینجا زندگی میکنی ادی؟ نه من حتی از اهل این شهرم نیستم اصلا. فقط یه چیزی آوردتت اینجا. آره میشه همچین چیزی گفت. آره من خب اونا اومدن سراغم، نمیدونستم چی کار کنم پس فرار کردم اومدم اینجا. گفتم شاید اینجا امن باشه، اما یا اون یارو پیدا کردم تو یخچال. آروم باش، نفس عمیق بکش. ببین این مکان اینجا امن نیست. این چیزا، کل این شهر یه مشکلی داره. احتمالاً به صلاحی که از اینجا بزنی به چاک. آره حق با توه. تو هم میخوای با هم بیای؟ شاید هر دو با هم بتونیم از این شهر بزنیم به چاک. ببخشید من نمیتونم اینجا ترک کنم. هنوز نه. من باید یکی رو پیدا کنم. و ادی مراقب باش. آره تو هم همینطور. عذر خواهم. این پسره رو یه چیزی ازش یادمه. این فکر کنم با قیافه خودش حال نمیکنه. فکر میکنه خیلی زشته و از خودش بعدش میاد یه جورایی. اعتماد به نفسش شدیداً پایین داره. یه همچین ماجرایی داشت فکر کنم. چیزی نمیشه تو؟ آره به گمانم همه چی روبه راه چیزی نمیشه. خب ما فقط اینجا رو نگشته بودیم دیگه. آره باقی شو گشتیم. بذار یه نگاه سریع بندازم. بسته است و از اینجا هم که اومدیم. درست اینجا رو نگاه کن. کالسکه است. آره اول فکر کردم جنراتوری چیزی. گفتم اینا رو با برق بکشیم. بعد دیدم نه اوضاع خیتی.
بابا بمیر دیگه. چقدر زیادم. اینجا لیلی بازی میکردم. ما از این شانسا نداریم عزیزم، ما از این شانسا نداریم. گفتم یه چیزیه که بزنی میتر که این همه میمیرن. همه هم اومدن همه. اون پای سری باید توفش رو تو بریزه دیگه. الان سکه دوم، سکه مار. اولی چی بود؟ اولی مرد بود؟ اولی فکر کنم مرد بود یا پیر مرد یا همچین چیزی بود. اینجا انقدر دشمن داریم بازی افت فریم گرفته کلا. برگشتیم طبقه اول، اینجا هم که هیچی. اون سمت هم بگردیم دیگه، اینجا رو کامل پوشش دادیم دیگه. نقشه اینجاست. آپارتمان های بود ساید. نمیشه بود چی؟ اگه خارج از ساعت اداری کمک میخواید برید به رسپشن. نه همچین چیزی مهم نمود حالا صحبتش. خیلی اینم از این. حالا از همینجا بندازیم بریم اون سمت، این پازلا رو امتحان کنیم، بعدم ادامه مسیر ما میشه طبقه سوم دیگه. درسته؟ یه تا جایی که مغزم کار میکنه همه جور گشتم، ولی بازم یه چند دوری میگردم. همه جور نگران نباشید. خب چی؟ سه تا سکه روشن توی پنج تا سوراخ. ما دو تا سکه پیدا کردیم. بذارید خب سومی رو پیدا کنم بعد بیام اینجا کار اینو بکنیم. خواستم این قسمت رو تموم کنم. نه میرم بالا سومی رو پیدا کنیم و بعد این قسمت رو تموم کنیم. درسته؟ خواهش میکنم اینو ببر به خانوم
میلی، بذارید از اینجا بخونم بهتره. اینو ببر به خانم میلی تو اتاق 102، خیلی نگرانشم. ظاهرا خانم میلی یکیش مرده و این بنده خدا چند روزیه که تو همون ساختمون مونده با وسایل اون بنده خدا. احتمالاً شوهرش مرده، احتمالاً خانم پیری باشه که شوهرش فوت کرده و حتی وسایلش رو تکون نمیده و نمیذاره هیچ کس به هیچ چیزی دست بزنه و این بنده خدا که اینو نوشته حتی فکر کردن به این قضیه اذیتش میکنه. خیلی نگران اون خانومه است. اتاق 102 بود اگه اشتباه نکنم. بریم اونجا رو یه سر بزنیم. اینم که پوچه، اینم که هیچی، اینم که هیچی به هیچی. اتاق 102 ما الان کجاییم؟ 106 102 کجا میشه؟ اون بر میشه؟ چجور به هم میرفتیم اونجا؟ نمیدونم. خب اینم که دیده بودیم. اینجا تکراریه. بریم. آی بعد موقع بلند شدی ای زن، بعد موقع بلند شدی. خب 102 این برمی افته دیگه، درسته؟ یه اسکولا این برم احتمالا بلند شده. 102 رو نگشتیم؟ اسم میکنم گشتیم 102 رو. آره گشتیم اینجا رو. آره یه خانوم مسنی بوده مثل این که. از اینو این مشخصه که یک زوج پیر اینجا زندگی میکردن و اینا، این هم عکس عروسیشونه. شوهر مرده، زن اینجا بوده و ما اینجا چی پیدا کردیم؟ چیز خاصی پیدا کردیم؟ واقعا یادم نیست. به هر حال کارش کردیم دیگه، چیز اینجا نیست. بریم طبقه سوم سراغ سکه سوم. راه پله اون بالاست عزیزان و دوباره این مسیر که اومده بودم و برگشتم و حالا بریم طبقه سوم. یه سیو هم قبلش بزنیم. خوب عزیزان بدبخت شدیم. شرف
خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. چرا قوه خاموش کردم از ترس؟ ای وای جون بخور، جون بخور، جون بخور. وای وای، سومی از کجا اومد؟ جدن سومی از کجا اومد؟ خدا لعنتت کنه. سه تا دیگه. خدا اگه شما مسلمون باشید، بازم هست عزیزم. با همی گاز رو بتر کن، همه با هم بمیریم دوره. چه کسافت دونیه، چیزی گه نیست اینجا. قبل از اینکه بریم این تو، اینجا رو بگردیم. این همونه؟ نه، میدونم یه چیز اینجا هست، میتونم حسش کنم. همه چیز در ظاهر عادیه، اما نیست، عادی نیست. اون زیره یه چیزی داره نبض میزنه، داره سعی میکنه از اونجا خارج شه. آیا داره سعی میکنه خارج شه، یا من دارم سعی میکنم برم وارد شم، برم داخلش؟ باید اونو برملا کنم، پوستش رو بکنم، اون سطحش رو بکنم، پاره کنم، ببینم زیرش چیه. پوستش رو بکنم لایه لایه که بتونم ببینم. میدونم که اونجاست. و چی؟ خشاب پر میکنه؟ آها، الدو مربع، 36 تا تیر داریم. یا خدا، ای وای چقدر اینا کسافتن، اینو یاد کنیم، میبینیش میفهمه خودش. با تیر راحت میمیرم، ولی نمیخوام تیر رو محروم کنم. تیرها رو نگه میدارم واسه کله هرمی. دقیقه سوم چقدر سخت شد. و تو همین یه آپارتمان ما 5 از این دست و پایی ها رو داشتیم. بابا جون بده، جون بده، همه جونام رفت. چه چک سنگینی زد بی وجود. دستش هم گرم کرد قبل چک زد.
اذیت جون خوبه. خیلی جون حروم کردم. مرسی عزیزم، مرسی. 10 تا جون داریم، 3 تا سرنگ. 10 تا قرص یعنی 3 تا سرنگ. من اشتباه میکردم. نه اشتباه نمیکردم، یا شاید کاملا حق با من نبود. باید بیشتر پوستش رو بکنم. میگه انقدر باید پوستش رو بکنم که برسم به خونش. یه جورایی دنبال بیرون میگشتم، اما اون داخل منه. یه کسی داخل منه. عجب. دل طبقه سوم خیلی وضعیتش کثافته. الان هست که دیگه کله هرمی رو ببینیم. سیب خونی اسم این نوشیدنیه. آب سیبه. خب اینو چیکار کنیم؟ گذاشت جیبش. اینو باید بندازیم پایین. این میره به همون سیستم سطل آشغالشون میرسه دیگه. که سیستم هم خراب بود. هر چون تو گیر کرده بود اومد پایین. و یک سکه. باریکلا باریکلا. حالا الان پلیر خوشحال میشه، میگه آخ جون سکه بعدی هم افتاد. و بعد یهو با باس ماجرا روبرو میشه و میخوره تو ذوقش. چرا تکون خوردی عزیزم؟ اینجا هیچی دیگه نبود؟ بریم بریم. نظرتون وقت سگ دو زدن یا چی؟ برو! هیچ نیست. هیچ نیست. آخ جون. خب. دیگه سیوامون تموم شد. دیگه از زیر باید بیایم بالا. بیایم امینو سیف کنیم. 3 ساعت و 26 دقیقه است که ما بازی کردیم. چیزش اورجینالش کوتاه بود، فکر کنم 8-9 ساعت بیشتر نبود، ولی این یکی چون فضا بازتره با چیزه بیشتر میشه تعامل کرد، بیشتر میشه گشت و گذار کرد، فکر کنم 15-16 ساعت باشه. اینجا فضای بازی هم هست، احتمالاً باس فایتی چیزی داشته باشیم. نداریم؟ سکه سوم، سکه زن. الان یه چیزی جلومون ظاهر میشد حال میداد. خب 3 تا سکه 5 تا سوراخ. اولی با بانوی زیر درخت. درخت. خب این زنه باید بیاد اینجا. باد از پشت زن میوزه. یک گل زیبا تنها باید رشد کنه. مرد رو میذاریم جلوش. زنه کجا میفته؟ میگم زنه ماره کجا میفته؟ آها سکه ها 2 رو دارن.
خب پس این ماره در واقع گله، گله هم که پشت زنه است، این هم که درسته. دوشیزه اینطور که این میگه زیر درخته، درسته. بعد ماه اینجاست و مرده هم زیر نور ماه چشاش میدرخشه مثل این که تمومه. یه مرده میاد جلو، شمشیرش رو رو میکنه، شمشیرش رو نمایان میکنه و صورتش پشت شمشیر، پشت شمشیر براق، اون فلز براق مخفی میشه. بعد زنه میره عقب، یعنی فرار میکنه از مرده به سمت گل و دورتر از درخت، یعنی زنه از زیر درخت میاد اینجا، درسته؟ فقط ما اینجا انگار دو تا سکه میخوایم که یکی مرده باشه یکی شمشیر باشه، وگرنه آها جایی که یه زمانی گل رشد میکرده یک زهر چیزی، یه چیز زهرالود مثلا شکوفا میشه، جایی که یه زمانی دوشیزه بوده یه سنگ قرار میگیره اینجا و روی اون مزارش، روی اون قبرش مرد میمونه. خب حیوانی که دندوناش فرو رفته توی گوشت اون دختره، اون شخص مذکری که شکست خورده و اون شخص مؤنثی که دیگه وجود نداره، حالا یه کار غم‌انگیز باید انجام بدی. چه کسی سرنوشت رو گردن میگیره؟ خب این خیلی سخت شد، این سخت شد. الان دیگه خب الان جاها رو نمیشه تغییر داد، نه جاها رو نمیشه تغییر داد. آها این بالا باید یه کاری کنیم، حالا آه یه چیز رو باید بذاریم اون بالا. آها مقصر رو انگار باید انتخاب کنیم بین اینا کدوم مقصر بوده، زنه مقصر بوده، مرده مقصر بوده، یا اون ماره حیوان مقصر بوده. مقصر اینا کدوم بوده؟ مقصر اینا مرده بوده دیگه. آره مقصر مرده بوده. آپارتمان 201، کلید آپارتمان 201. این هم آپارتمانه بود که پیر زنه توش بود، یا اون 212 بود؟ نه اون نبود فکر کنم. خب بابا باری کلا به ردواز پازل حل کن، پازل جذابی بود، حال کردم و سیف میکنیم و این قسمت رو اینجا تموم میکنیم عزیزان. دیگه احتمالا اون بالا که بریم با کله هرمی مواجه میشیم و چقدر بازی داره حال میده، چقدر بازی داره حال میده. مرسی که همراهی کردید، عشق منید، امیدوارم لذت برده باشید، سرگرم شده باشید. بوس به یکایکتون، مخلصم. تا یه ویدیوی دیگه، یه قسمت دیگه، خدا حافظ.